فرماندهی عملیات مشترک عراق از مشارکت بیش, بیش از 20 هزار نیروی امنیتی به منظور تامین امنیت زیارت اربعین خبر داد. سلشگر تحسین الخفاجی، سخنگو سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه که خبرگزاری اخبارشی آن را دریافت کرد گفت 20 هزار نفر از نیروهای ارتش، پلیس، اشرال و سایر نهادهای امنیتی مانند سازمان اطلاعات، سازمان امنیت ملی و مرکز هماهنگی اطلاعات سازمانها در این طرح مشارکت خواهند داشت بی در ادامه افزود این طرح که گستردگی زیادی داشته و مناطق مختلفی را تحت پوشش خود قرار میدهد با حمایت سازمانها و گگان های امنیتی و ارتش همچنین با مشارکت خلبانان نیروی هوایی بر روی زمین و آسمان به اجرا در خواهد آمد سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق گفت این طرح بر روی زمین در مناطقی که نیاز به نظارت و اقدامات امنیتی داشته و در مسیر مشایع اربعین لازمه کنترل و رصد ویژه است اجرا می شود و در هوا نیز در امتداد نقشه عراق به ویژه محورهای زیارت اربعین مانند بصره در جنوب و همچنین از شمال عراق که زائران حسینی به سمت شهر مقدس کربلا در حرکتند عملیاتی خواهد گردید الخواجی در ادامه اظهار داشت پیش از اجرای این طرح عملیات پیشگیرانه به منظور ایمه سازی تمامی معابر راه های مواصلاتی همچنین گذرگاه ها و پاسگاه های مرزی به اجرا در آمده و علاوه بر آن برای امنیت شهر مقدس کربلا نیز تدابیر و اقدامات ویژه اندیشیده شده و عملیاتی گردیده است سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق تاکید کرد که یک ستاد هماهنگی به منظور نظارت بر اجرای مطلوب و بهین موارد ذکر شده در مرکز فرماندهی عملیات مشترک عراق افتتاح شده است تا از آخرین وضعیت زائران و فرایند ورود و خروج آنان به عراق در تمامی ساعات روز کسب اطلاع نماید در جایی که انتظار می رود بیش از 5 میلیون زائر حسینی برای زیارت اربعین از خارج عراق وارد کشور شوند